میخوام به شما به این جلسه خوش آمد بگم ما در مورد کار روح القدس و اینکه چگونه کار میکنه تا ما رو قادر بسازه تا درباره مسیح به دیگران بشارت بدیم صحبت کردیم در آخرین جلسهمون ما در مورد توانمندسازی سازی روح القدس و چگونه زندگی های ما نیاز دارد به تحت کنترل روح القدس در صحبت کردیم در این قسمت میخوام در مورد کار روح القدس در زندگی کسانی که مسیح رو نمیشناسند که چگونه اونها رو به مسیح جذب میکنه و ما اینجا هستیم با وین جنکینز دوباره و وین متشکرم که با ما هستید که بخشی از این هستید بیاین صحبت کنیم درباره روح القدس و کارش در زندگی مردم که نیاز به او دارن چه اتفاقی باید بیفته صحبت کنیم یکم توضیح بدید این رو یکم ما درباره اینکه چطور زندگی ما باید تحت کنترل روح القدس باشه صحبت کردیم درباره افرادی که بشارت میدیم اجازه چی؟ بدید این رو بگم اون که کمی پیشتر گفته بودید خیلی مهم بود یکی از چیزهایی که ما رو از بشارت دادن باز میداره ترس است یکی از چیزایی که ما رو آزاد میکنه و به ما آزادی میبخشه این است که بدانیم من نمیتونم کسی رو تبدیل کنم کار من این است که سخنگوی با قدرت روح القدس باشم و او افراد رو به مسیح جذب میکنه من در قدرت روح القدس بشارت میدم و نتیجه رو به اون واگذار میکنم بله اجازه بدید یک چیز رو به شما بگم خیلی سریع من در اسکاتلند بشارت میدادم سخنرانی میکردم در یک محل بزرگ و هیچ کس عکس عمل مثبت نشون نداد مردم بیرون اومدن و گفتن معذرت میخوام خیلی متاسفم گفتم نگران نباشید همسرم خیلی وقت به من گفت اگر وقتی که مردم به سوی مسیح میان من نخوام به حساب خودم بگذارم نباید تقصیرها رو هم به گردن خود بگیرم این کار من نیست این کار روح القدس این درسته. این درسته. تنها چیزی که باید مراقب اون باشم اینه که شخصا به خداوند وفادار باشم و به کلامش وفادار بوده باشم درسته. بسیار خوب به هر حال نمیخواستم خوب از آنچه که در مورد صحبت میکنیم پس او چه کاری در زندگی بیمانان انجام میده من فکر میکنم روشنترین توضیحی که درباره آن میتونیم بدیم یوحنا 8 است و در ادامه جایی که میگوید کار این است که محکوم کند یا متقاعد کند چند چیز وجود دارد که او در موردش صحبت میکنه اما آن کلمه کلمه, کلمه, دادگاه است محکوم. بله این کلمه ای است که در دادگاه استفاده میشه در اینجا پرونده ای است که ساخته شده وکیل پرونده را ساخته است آن به هیئت منصفه رفته و هیئت منصفه یک تصمیم میگیرد و آنها بیرون میآیند و میگویند مرد گناهکار است سپس یک حکم به فرد داده میشود. آن از این نوع کلمه است و این حقوقی, حقوقی است این کار روح القدس هست تا انسان رو به چند چیز محکوم کنه یک چیزی که میتونه به ها رو محکوم کنه به اون گناست. من نمیتونم این اشخاص رو محکوم بکنم من میتونم بگم این چیزی است که در کتاب مقدس میگوید اما روح القدس آن را رو میگیرد و سپس انسان را محکوم میکند که او گناهکار است به این معنا نیست که من یه گناهکار هستم چون الکلی هستم یا به خاطر اینکه زناکار هستم اینها گناه هستند اما گناهی که او من رو برایش محکوم میکند گناه بیمانی است این گناهی است که ما رو به اون محکوم میکنه سپس اون همه اون چیزها رو بیرون میکشه همونطور که به اون راه میریم وقتی باور کنید بقیه چیزها در جای درست قرار میگیرند پس او ما رو قانه میکند که بی من هست که ما رو از خدای مقدس جدا کرده درست. است و من فکر می کنم یه کسی وجود دارد میدونید این رو همش رو درک نمی کنید وقتی اتفاق میفته اما این کار روحه که به ما نشون بده آه من اشتباه کردم من جدا شدم من خیلی دور از خدا هستم من در گناه بله. هستم گناه من بله اون این رو توضیح میده در آیه و اینطور میگوید آنها به گناه محکومند زیرا به او ایمان ندارند پس گناه بی ایمانی است که او را به آن محکوم می این نقش اوست اونها به ایسا باور ندارند نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که اونها را به بی ایمان بی ایمان رو به عدالت محکوم می آن عدالت بی ایمانان. آن مطمئنا عدالت اون نیستش او ناساله است هیچ چیزی از عدالت در ما وجود ندارد کتاب مقدس می گوید همه گناهکاریم عدالتی که او را به آن محکوم می‌کنند عدالت عیسی مسیح است او تنها کسی بود که ساله بود او کسی بود که به صلیب رفت او به ما رو پرداخت کرد پس خدا گناهکاران را به عدالت مسیح محکوم میکند که به آن نیاز داریم و این به قلب انجیل مربوط میشه اگه اون رو درک نکنیم وقتی که به بخش میرسیم که صحبت در مورد درسته. اعلام کردن انجیل و آنکه که چه هست میکنیم اون رو دریافت نمی کنی. پس این بسیار مهمه که درک کنیم که چیزی که داریم اعلام می کنیم. این نیست که شخص خوبی باید نه، باشید درسته. نه یا نیاز دارید که یک صفحه جدیدی رو در زندگی ورق بزنید چیزی که در موردش صحبت میکنیم اینه که بیاین خدا خدای مقدس رو بشناسید تنها روشی که میتونیم به حضورش بیایم به خاطر کاریست که عیسی مسیح درسته. انجام داد به خاطر عدالت و اعتماد ما به اوست اما نمیتونیم مردم رو دربار کنیم اون, او کار ما رو روح روح به فستان ادالت من گناکاری من محکوم میکنه و ما رو به عدالت عیسی مسیح چیزی که نیاز داریم متقاعد میکنه پس کار روح القدس اینه که واقعا وقتی در این باره ما قبلا صحبت کردیم درباره شفافیت آشکاری و روح القدس روشنی میاره این عدالت مسیح هست دیگر چی؟ نکته سوم این است که او گناهکاران را به قضاوت محکوم میکند که او در حال حاضر محکوم شده است شیطان و روی صلیب محاکمه شد اما یک داوری نهایی در آینده وجود دارد بلکه او ما را به داوری محکوم می کند که برای گناهمان با داوری مواجه می شویم اگر عیسی مسیح را رد کنیم این نکته سوم است که او عنوان می کند که یک روز پاسخگویی برای هر انسانی خواهد اومد و میدونید این چیزیه که در جهانی که ما امروز زندگی می کنیم. پاسخگویی زیادی وجود نداره یکی از دلایلی که پاسخگویی برای آنچه که انجام میدیم وجود نداره اینه که مسئولیت پذیری حس مسئولیت پذیری نداریم که این روز در آینده درست. خواهد اومد اما نمیتونیم مردم رو در این مورد قانع کنیم این کار روح القدس که باید اونها رو ملزم بکنه و به اونها نشون بده اونها متقاعد کنه که در آینده یک روز برای داوری خواهد اومد پس باید برای این سه نکته دعا بده. کنیم درسته بده. آن بخشی از این مسئولیت دعاست من فکر میکنم ما نیز به این تعریف برخواهیم گشت ما انجیل رو در قدرت روح القدس بشارت می دهیم. و نتیجه رو به اون می سپاریم. این ما رو از سرسامون رهایی میبخشه ما فقط نیاز داریم تا مطمئن شیم که با روح القدس پر شدیم و آماده این تا به آن شخص بشارت بدیم چیزی که ما از اینجا تا به آخر در موردش قصد داریم صحبت کنیم که ما میدونیم چگونه انجیل رو با آن شخص در میون بذاریم و سپس نتیجه رو به خدا واگذار میکنیم نمیتونیم مجبورش کنیم تا به پیش مسیح بیاد من نمیتونم متوجهش کنم که گناهکاره روی خدا اینها رو انجام میده میدونید همانطور که این را گفتید آیه ای از کتاب مقدس در یوحنا 6 رو به یاد آوردم جایی که جمعیت زیادی به دنبال عیسی میرفتن و عیسی یک چیز گفت و تعداد زیادی به دنبالش نرفتن از اون وقت گفت هیچ کس نمیتونه نزد من بیاد به جز به وسیله پدر اگه خدا اونها رو جذب نکنه نمی نمیتونن به پیش عیسی بیان مردم عیسی رو پیروی میکردن به خاطر معجزاتش اما تا زمانی که روح القدس اونها رو به طرف عیسی جذب نکنه اتفاق نمیفته پس ما نیاز داریم این رو درک کنیم باید به سمت اون دعا کنیم به همین دلیله که همه این چیزها درباره دعا خیلی مهم هست دوباره ما فروشندگان فوق العاده نیستیم ما از خدا درخواست میکنیم تا کار بکنه برای همینه که ما با قدرت روح القدس میرویم و به آنچه که او انجام میده حساسیم چون ممکن است با مردی سر و داشته باشیم که که در نقطه روند در میان گذاشتن با اون متوجه بشیم هی hey, اون گوش نمیده روح خداوند در زندگی این شخص کار نمیکنه ما باید اون رو تعطیل کنیم و به او برگردیم ما دعا کردن برای او رو ترک نمی کنیم و به کار کردن با او ادامه میدیم و یک زمانی میاد که او قلب کش شده رو دارد جایی که پیام ساکن می شود یکی از چیزهایی که من در بشارت دادن کشف کردم اینه که وقتی به بیرون میرید و شروع میکنید به مردم درباره مسیح میگید افرادی وجود دارن که در اون لحظه آمادن همون درسته. لحظه و میشنوند افرادی هستن که میشنون و خوبه به خاطر اینکه اونها هرگز فراموش نمیکنن ولی آماده نیستن ولی بعدا به یاد میارن که چه خبره پس نیاز داریم به یاد داشته باشیم که این کار روح القدسه ما باید به او اجازه بدیم نیاز داریم برای او دعا کنیم تا در قلب مردم کار کنه بنابراین از شما میخوام شروع کنید برای فردی که میشناسید دعا کنید از روی خدا بخواید که زندگیشون رو لمس بکنه گناهانشون رو به اونها نشون بده به اونها عدالت مسیح و داوری آینده رو نشون بده خدا شما رو میبره و از شما استفاده میکنه آمین. و بخش از این خواهید بود ولی نهایتا کار روح القدس خواهد بود